سرنوشت و زندگی بشر به طور مسلم و غیر قابل انکاری با آب در هم آمیخته است. در قلب کویر تشنه که تیغ برنده آفتاب به هیچ موجودی رحم نمی کند، جریان زندگی بخش آب در اوج خلوص و پاکی لحظاتی خنک، سیراب و آرام را به هر ره گذری هدیه می کند که گاهی هدیهی معادل جان اوست. هر کجا قطرات جان بخش آب جاریند، زندگی جریان دارد. این ارتباط تنگاتنگ آب و سرنوشت نسل ها در مناطق کویری بسیار جدی‌تر است. آثار به جا مانده از تمدن کهن این سرزمین، حاکی از دانش عمیق پدران ما در فنون آبیابی، ساخت کانال و انتقال آب در چند هزار سال گذشته می باشد. پایتخت های بزرگ امپراتوری های عظیم ماد و هخامنشی همچون اکباتان و تخت جمشید با تکیه بر استفاده از این فنون و ساخت کانال ها و قنات ها بنا شده بودند. در ایران باستان آب مقدس و ایزدی به شمار رفته و پس از آتش مقدس‌ترین عنصر بوده است. در کتب مذهبی پیشینیان درباره آن سخن رفته و حتی آناهیتا، ایزد بانوی بزرگ آب، ستایش می شده است. وقف آب و تأسیسات وابسته به آب همچون آبنبار، آسیاب، لذتی وافر برای واقف داشت و هیچ چیز با آن برابری نمی کرد. ساخت آبنبار یک توفیق و نصیب خدادادی تلقی می شده است. مردم معتقد بودند اگر رهگذری خسته در گرمای طاقت فرسای حاشیه کویر آتش جان خود را با آب سرد و زلال یک آبنبار فرو نشانند، اجر و ثواب معنوی این کار برای سازنده و واقف آن آبنبار است. در راستای این فرهنگ عمیق و زیبا که دریای بیکرانی از اخلاص و صداقت در آن نهفته است، موارد متعددی از وقف به ثبت رسیده که به واقع نشانه درک عمیق انسانی، بزرگواری و خیراندیشی واقفین در رفع مشکلات حتی به ظاهر جزئی مردم بوده است. نمونه کوچکی از این موارد بیشمار وقف کوزه در کنار آبنبارها بوده است تا کودکانی که در پله‌های متعدد و اغلب تاریک آنها به زمین می‌خوردند و کوزه‌شان می‌شکست، مورد مؤاخذه قرار نگیرند. کوزه دیگری به رایگان برداشته و اهل منزل را از انتظار آب بیرون آورند. همواره تلاش ایرانیان بر این بوده است که از راه‌های مختلف از منابع موجود آب بهره بگیرند که مهمترین و با ارزش‌ترین روش آن قنات بوده است. ساکنین فلات خشک ایران با استفاده از فنون آبیابی و ابداع و توسعه فنون آبیاری و انتقال آب توانستند از آب‌های زیرزمینی به بهترین شیوه ممکن استفاده کنند. حفر طولانی ترین و عمیق ترین رشته قنات های جهان نشانگر اقدامات گسترده موفقیت آمیزی است که طی چند هزار سال انجام گرفته و اثرات بسیار عمیقی در بهبود وضعیت معیشتی، ساماندهی اجتماعی و استحکام پایه های تمدن ایرانی بر جای نهاده است. در فلات ایران حدود 300 هزار کیلومتر قنات وجود دارد و طبق آمار یونسکو 60% قنات‌های موجود در جهان در ایران قرار دارد. که از این میان طولانی ترین و عمیق ترین قنات‌های دنیا که نشان دهنده تکنیک فوق‌العاده سازندگان آن است، در استان یزد و نواحی گناباد واقع شده‌اند.
بیش از 30 قرن است که دستان پرتوان کاریز کنان در جستجوی آب در اعماق زمین کلنگ بر خاک میکوبند تا با کم آبی این خطه کویری مقابله کنند. So when I read about the canals, وقتی من راجع به قنات مطالعه می کنم، این که کانال‌ها رو از سمت کوه‌ها به نقاط پایین‌تر جایی که آب به سطح زمین میاد هدایت می کنند، فکر می کنم که این خیلی شگفت‌انگیزه. اصلا چطور می فهمن آب کجاست؟ همینطور طرز ساختش. گاهی 80 متر، 100 متر زیر زمین با دست با ابزار ساده. به نظر من 3000 سال پیش این تکنولوژی معادل کار بزرگ بشر، یعنی رفتن به کره ماه در سال 1969 بوده. این خارق‌العاده است که بعد از 3000 سال هنوز شاید بهترین سیستم باشه. بهترین سیستم. 3000 سال همیشه خوب.